اصلی ترین چیزایی که یه شخص باید به اونها ایمان داشته باشه تا نجات رو دریافت کنه چیه؟ خب پولس میگه به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد تا نجات یابی. اون میگه اگه به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت. پس من با استناد به این آیات میخوام بگم همه چیز با ایمان به مرگ ایسا شروع میشه او برای گناهان ما مرد یعنی من باید بپذیرم که گناه کنم کسی که ایمان نداشته باشه که گناه کاره نجات بدانه خدمات اگه من بگم چیزی برای بخشیدن نیست پس اون کاری برای من نکرده اگه اون کاری برای من نکرده پس من نجات اون رو باور ندارم اگه من نجات او رو باور ندارم پس نجاتی یافته نیستم پس باید ایمان داشته باشی که گناهکاری باید ایمان داشته باشی خدایی وجود داره که امکان گناه و فراهم کرده و گناه تنها وقتی معنی پیدا میکنه که از انتظارات خالق خود کوتاه میای پس یک خدای خالق وجود داره که از انسانها انتظار داره به اون اعتماد داشته باشن اون رو دوست داشته باشن و برای او زندگی کنن اما ما موفق نمیشیم بنابراین ما رسیدیم به مورد سوم بنابراین ما تحت داوری و خشم او قرار گرفتیم و ما باید اینو باور داشته باشیم حالا که تو گناهکاری و یک خدای قدوس وجود داره و گناه به معنای کوتاهی در برابر انتظارات اوست پس برای درک کاری که او برای حل این مشکل کرده باید اینو بدونی که از این اتفاق عصبانی است او عادله او قاضی نیکوست حالا او برای برداشتن فاصله ما با خودش پسرش رو به زمین فرستاده پس باید به الوهیت عیسی ایمان داشته باشیم مزمور 49 میگه به یقین کسی فدیه جان برادر خیش نتواند داد و فکر میکنم در آیه پانزده هست که میگه خدا جان مرا فدیه خواهد داد پس اون اون نمیتونست اون نمیتونست یوحنا <applause> یا پتروس یا پولوس و انتخاب خدمات کنه که برای ما بمیرن فقط باید پسر خودش رو انتخاب میکرد بنابراین ما باید به الوهیت عیسی ایمان داشته باشیم خب حالا عیسی چی کار کرد اون زندگی آری از گناه داشت شما نمیتونید بگید عیسی گناه کرد و بعد نجات یافت چون اون وقت نمیتونست قربانی بی, ای بی برای ما باشه و نمیتونستیم به کاری که خدا برای ما کرده ایمان بیاریم او پسر بیگناه خدا بود که به جای من جان خودشو فدا کرد پس مرگ ایسا جای گزین مرگ ناشی از گناه ما شد در کتاب مقدس به طرق مختلفی از این موضوع صحبت شده که به نظر من گاهی, گاهی این صحبت ها بسیار همگیج کننده است میدونین؟ نمیخوام نمیخوام تمام صحبت هایی که کلام خدا در این مورد کرده رو براتون لیست کنم و توضیح بدم که چطور ممکن افرادی دچار گیجی و سردرگمی در این زمینه بشن فقط میخوام بگم هسته مرکزی پیغام انجیل اینه که عیسی مسیح پسر خداونده که هرگز گناه نکرد به جای من خشم خدا رو بر خودش گرفت و به جای من مرد اگر او در مرگ باقی میموند ما هم هنوز در گناهانمون بودیم ما باید باور کنیم که او از مرگ قیام کرد پس او از مرگ قیام کرد این یک مجموعه است و من میخوام به همین بسنده کنم ممکنه شما بتونید نکاتی رو به یاد من بندازید که از لحاظ الهیاتی به این نکاتی که گفتیم نزدیک هستن من هم خب میگم بله درسته اینا هم شامل میشن اما چیزی که باید بهش ایمان داشته باشیم این مجموعه نکاتی است که در مورد انسان در مورد خداوند و در مورد مسیح گفتیم و شما باید اونها رو بدونید یه نکته دیگه ما اینجا فرض و بر ایماندار بودن مخاطب میذاریم چون پرسیده بود به چی باید هم. ایمان داشته باشیم اما شما ابتدا باید یا چیزی رو در مورد ایمان بدونید مثل یک پیش نیاز <laughs> <applause> شاید, شما بگید او من به تمام این چیزا ایمان دارم اما حالا میخوام یه کاری انجام بدم که خدا به امتیاز ویژه بده من میخوام حداقل به 85 درصد از شریعت عمل کنم تا سهم بیشتری از این نجات دریافت کنم سخت در اشتباهید نجاتی نیست نجات این نیست نجات مستلزم ایمان شماست پس برای نجات خدمات باید ایمان بیارید به جای اینکه کاری انجام بدید چون کاری که لازم بوده رو اون برای ما انجام داده و ما فقط او رو میپذیریم هر کسی که اونو بپذیره و به نام او ایمان بیاره نجات پیدا میکنه اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند یعنی به هر کسی که به نام او ایمان آورد پس از نظر من گناه خدا صلیب و ایمان چهار فاکتور اصلی هستند که حول این محور قرار گرفتن های افراد برای نجات یافتن حتما باید به تسلیس ایمان داشته باشن خب نیاز نیست این کلمه را به خوبی بشناسن حتی نیاز نیست بتونن به خوبی توضیحش بدن اما کاری که باید بکنن اینه که اصول پایه اون رو انکار نکنن شاید یه نفر هرگز چیزی در مورد تسلیس نشینده باشه اما نجات یافته باشه وقتی از کسی میپرسی ایسایی که تو بهش ایمان داری یک شخصیت الهی است یا یک شخصیت انسانی اگر گفت الهی نیست پس یک مشکل بزرگ اینجا وجود داره اما اگه مسئله سر شخصیت های تسلیس هست من فکر نمی کنم برای نجات یافتن حتی نیازی به شنیدن اسم روح القدس هم باشه به نظرتون این دیدگاه افراطیه اگه اگه شما در مورد روح القدس و کاری که برای شما انجام داده ترین دیده باشید و بگید آه نه من به هیچ کدوم از اینا اعتقادی ندارم من اعتقاد ندارم که خدا روح القدس رو برای نجات من فرستاده اون وقت نجات شما زیر سوال میره اما دیدید که من پنج دقیقه در مورد فاکتورهای نجات صحبت کردم و اسمی از روح القدس نبردم البته این اهمیت اون رو زیر سوال نمیبره ایمان ما بدون اون کامل نیست اما وقتی مسئله دونستن جزئیات نجات شما توسط خداوند و میاد این موضوع ضروری نیست تنها انکار اون اون هم وقتی که در موردش تعلیم دیدید میتونه ایمان شما رو زیر سوال ببره